سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. برای بررسی بیشتر، نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی از برزبن استرالیا با مساق خالدی. سلام بر شما. وضعیت داره در افغانستان هر روز بدتر میشه، به خصوص وضعیت اقتصادی. حالا چه کاری باید صورت بگیره؟ کی باید کار کنه؟ وضعیت کی باید تغییر بده؟ سلام محترم. واقعا وضع خراب است. قسم شما فرمودین در یک سال گذشته اقتصاد افغانستان 21% تقلیل یافته، تنزیل یافته. یعنی عواید تولید ناخالص داخلی 21% تقلیل یافته. این نظر به ایست که کم شدن مصارف دولتی است و بر علاوه کم شدن کمک های خارجی عامل دوست و این در نتیجه تقاضای عمومی را کم کرده در جامعه و این تقاضای هست. طرف دیگه قیمت ها تورم بسیار بالاست. 17.5% انفلاسیون است بس در ماه جون به اساس ارقام اداری مرکزی سرای در خود افغانستان، که این بیشتر ناشی از بلند رفتن قیمت های مواد غذایی است که در حدود 26% است و مواد غیر غذایی 8%. در حالتی که عواید مردم افزایش نیافته، این در حقیقت سطح زندگی مردم پایین آورده. به اندازه 17% سطح زندگی مردم پایین آمده و از طرف دیگه ما اشتغال، سطح اشتغال خراب شده. 70,000 تا 700,000 تا 900,000 شغل از دست رفته در ظرف یک سال گذشته. اگرچه در یه آخر کمک های خارجی صورت بگیره در قسمت مواد غذایی و کمک های بشردوستانه تا حد وضع را بهبود بخشیده، اما این دوامدار نیست و انتظار میره که در سال آینده، یعنی در ختم 2022، اقتصاد افغانستان نظر به سال 2020 اندازه 33% تقلیل پیدا کنه. خب، با توجه به آنچه که شما هم گفتین، کمک های خارجی کم شده، مردم بیکار شده، قیمت ها افزایش پیدا کرده، در نهایت وضعیت اقتصادی مردم بسیار زیاد خراب است و هر روزم خرابتر میشه. طالبان امروز در قدرت هستند در افغانستان. برای بهتر شدن این وضعیت چی کار میتونن و چرا نمیکنن؟ خب، اول تنها بدست طالبان است. در قسمت احیای اقتصاد افغانستان سیستم بانکی باید احیا شود. این سیستم بانکی احیایش به دست موسسات بین‌المللی است که بانک های بین‌المللی همراه افغانستان بانک تعامل نمی کنند. وقتی که بانک های بین‌المللی همراه افغانستان بانک تعامل نکنند، این قدرت اعمال نفوذ بالای وضع پولی در افغانستان ندارد. از طرف دیگه پول افغانی نو نمیتونه چاپ کنه، کسی چاپ نمیکنه برای افغانستان. این خودش معضل است، اقتصاد منجمد می سازه. و از طرف دیگه منجمد شده پولای افغانستان بانک و پولای اصاری افغانستان در خارج معضلی بزرگ است برای بانک ها. اعتبار بانک های افغانستان در مقابل بانک های خارجی پایین آورده از یک طرف. از طرف دیگه خود طالبا با اعمال سیاست های شدید تبعیضی و انحصاری که انجام میتن در مقابل زنها و دخترها بخصوص، یا سبب شدن که نیم نفوس افغانستان از کار محروم شوند و از تحصیل محروم شوند. معلم ها از کار محروم شدن، کسایی که در سکتور سطح معارف کار میکردن بیکار شوند. این خودش از دیده با معضله. خب، همونطور که شما هم گفتین، سیستم بانکی باید احیا شوه و همچنان وضعیت مردم باید بهتر شوه. یک کس با بینمی کار رو باید بکنه برای بهتر شدن وضعیت، برای از اینکه خب سیستم بانکی احیا شوه، وضعیت اقتصادی مردم خوب شوه. اینمی شرایط کی باید مساعد بسازه قسمی که باز ما به طرف بهتر شدن وضعیت بریم؟ در این قسمت خب دولت حاکمیت طالبان از ما زیاد انتظار نداریم.
چون در صفوفشان اصلا آدمای مسلکی کمتر وجود داره که یا با مسائل اقتصادی وارد باشن و بتوانند منیجمنت اقتصاد به صورت لازمش در نظر در دست بگیرن. اما جامعه جهانی مسئولیت بزرگ داره. بانک بین المللی، بانک جهانی 1500 میلیون دلار پول را که برای دونرها برای افغانستان داره در اختیار دارند و همچنان این پول منجمد شده نیست، این پول است در اختیار بانک جهانی، صندوق بین المللی پول است. این میتواند بانک جهانی از این پولا بشینه با مؤسسات افغانی، با حکومت طالبان یک راه حل پیدا کنه که از این پولا چگونه میتونه برای دولت در اقتصاد افغانستان استفاده شوه، چگونه احیا کنه بانک ها را، چگونه تجارت خارجی را. بله، سازه تشکر از شما آقای نوراحمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی، از حضورتان در برنامه. تشکر شما. در مورد بیشتر بحث میکنیم با نوراحمد خالدی، آگاه مسائل اقتصادی از استرالیا با ما هستند. آقای خالدی، دیروز خبر از روسیه داشتیم که معامله در بخش سوخت و گندم با طالبان امضا شده، امروز هم خبر از ایران میرسه. از دید شما این تعاملات اقتصادی به چی معنا است؟ سلام محترم. بله، افغانستان در این حالتی که فعلی در شرایط موجود با کمبود مواد احتزاقی و کمبود مواد سوخت مواجه است. قیمت مواد سوخت به خصوص نفت و گاز، تیل و گاز بالا رفته در افغانستان و قیمت یک لیتر پترول در بازار در کابل 68 افغانی تقریبا یک دلار شده. ای قبلا بسیار پایین تر از این مقدار بود و این سبب ازی شده که در این کمبود مواد نفتی و همچنان کمبود مواد نفتی که با کیفیت خراب به افغانستان وارد میشه یک نگرانی عمده بین مردم افغانستان است. همچنان غذا و تولید یا واردات مواد مثل گندم و غیره حبوبات از نیازمندی های مردم افغانستان است که در این شرایط مردم به اون نیاز دارند. دلیل از این است که طالبان هم میخواهند که در این قسمت کارایی کرده باشند که حداقل مردم ببینند که یا فعال هستند در این زمینه. بله آقای خالدی، حالا با واردات بیکیفیت از کشور ایران و امثال کشورها، طالبان به دنبال چی هستند؟ نفهم این مسئله به کی میرسه؟ حداقل با وارد شدن تیل بیکیفیت در افغانستان به لحاظ اقتصادی چه تاثیرات و چه تغییرات وارد خواهد شد؟ خب ما در این مورد قبل از این که وارد شوه حکم کرده نمیتونیم. قبلا یک چند ماه قبل امی دولت طالبان در سرحدات بعض بنادر مثل اسلام قلعه و در بندر در نیمروز بعض مواد تانکرهای نفتی را که از ایران آمده بود مسترد کردن به دلیلی که کیفیت مواد پایان است، کیفیت ایتیل پایان است. حالا که قرارداد بسته شده و همچنان بعدا یک اعلامیه نشر کردن و گفتن که واردات تیل جنسیت پایین کاملا به افغانستان ممنوع اعلام میشه. حالا که این قرارداد امضا شده ما گفته نمیتونیم که آیا واقعا به کدام ای خود در طالبان میگن که این قرارداد ضمانت میکنه که تیل با کیفیت خوب 90 و 94 وارد افغانستان شود. ای که عملا کدام تیل وارد میشه ایره باز در عمل باید ببینیم که کدام است، آیا تیل 84 که تیل کیفیت خراب است وارد میشه یا تیل 94 و 90 که کیفیت بالا داره وارد میشه. قبلا در دولت قبلی هم کیفیت قراردادی های خصوصی که واردات تیل به عهده داشتن تیل کیفیت پایین وارد میکردن، اما در این اواخر طالبا این واردات تیل توسط قراردادهای خصوصی منع کرده و در شرکت یا شرکت گاز و نفت افغانستان هم
چی ساخته، مسئولیت یا انحصار مواد نفتی به او منحصر ساخته به این شرکت که باید یعنی به اساس اصول باید تیلهای با کیفیت بالا وارد کنه. این دید در عمل با دیده شده که واقعا آیا تیلهای کیفیت پایین وارد میشه. اگر واقعا که تیلهای کیفیت پایین وارد شد، معلوم میشه که در اینجا فسادی وجود داشته و از عواید از این به جیب بعضی مردم رفته. حالا آقای خالدی، فکر میکنین در همین خصوص چقدر نیاز است تا نظارت جدی وجود داشته باشه و حکومت طالبان در از این رهگذر چطور ارزیابی کردین تا اینجای کار؟ خب ما عرض کردم که در گذشته گمرکای طالبان مسترد کرد تیلای کیفیت پایینه. ای که آل ادعا میشه در این خبر که شما نشر کردین که برادرای وزیر خارجه و وزیر تجارت شرم داشته و کیفیت پایین تیل وارد میشه، اگه واقعا به شکل باشه که این خبر نشر شد، خب واقعا این جای تاسف است و این اقدامات قبلی طالبان را در قسمت نقص میکنه. اما این باید در عمل ببینیم که واقعا چی واقع میشه، چی نوع تیل به افغانستان وارد میشه. بسیار زیاد تشکر آقای نوراحمد خالدی، آگاه مسائل اقتصادی، از حضورتان در برنامه و از اینکه فرصت گذاشته. تحلیل ارزیابی این موضوع آقای نوراحمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی، از برزبان استرالیا با ما هستن. آقای خالدی وقت بخیر. بیان که بس از میگه پای آقای بشر شروع بکنیم، یادم چی داره که فکر میکنه با رهاییش روابط طالبا و امریکا خوب میشه؟ سلام محترم. یادم در سالهای 1994، 93، 95 بسیار نزدیک بود با طالبا، وقتی بی‌نظیر بوتو تصمیم گرفت گروه طالبان تشکیل کنه، یک مهرش ای بود که ای ادامه کرد که 10 میلیون دلار از منابع خیریه سعودی و دیگه کشورهای عربی جمع کرده و ایره برده به خود ملا عمر تسلیم کرده بود. اما ای که ای پول خودش بود یا پول سعودی بود یا پول استخبارات سعودی بود، این موضوع معلوم نیست برای ما. اما ای پول ای آدم داده بود، ای پول نفت داده و زمان ای پول برای طالبان بسیار نو تازه، گروپ تازه تأسیس بسیار مهم بود، برای که خود پاکستان البته امکانات دیگه ایره برای طالبان فراهم کرده بود، مثل اسلحه و تربیه پرسنل و غیره و لوجستیکی و سوق اداره، و این پول برای طالبان اهمیت زیاد داشت و در زمان حاکمت اول طالبان هم این امرای طالبان بسیار. خب این شد سابقش خالدی صاحب. آل سوال ما یک بخش شی است که فعلا این چی ویژگی داره که میتونه آزادیش کمک بکنه بر بهبود روابط طالبان و امریکا؟ خب این سبب شد که طالبا آزاد کنن که مارک فریلیکس امریکایی را که یک انجینر امریکایی بود و در زندان طالبا از فکر میشد در زندان گروه حقانی از سال 2020 به این طرف بود، ای آزاد شود. بر امریکایی آزاد کردن فریکس مخصوصا بر سیایی بسیار اهمیت بزرگ داره. در این مورد جو بایدن قبلا صحبت کرده بود و از در ماه جنوری تقاضا کرده بود از طالبا که مارک آزاد کنند و البته دو زمانی تعهد نسپرده بود. اما حال دیگه میشه که امریکایی ها مجبور شدن که در بدل آزادی مارک چیز آزاد کنن، نوزه آزاد کنن. درست. خب یک کسی در کشور مثل امریکا خواهی خالدی به حبس ابد محکوم میشه، ولی فردا اعلام میشه این چه رقم قانون است، از کجا میای تصمیم ها، واقعا چی بازی جریان داره؟ موضوع است که ما در ظاهر گفته میشه که به اتهام قاچاق مواد مخدر چی شده بود، زندانی شده بود و محکوم شده بود. اما این هم خب فراموش نکنیم که بر 3 سال امریکایی‌ها در بعد از سقوط طالبان همکاری میکرد. ای که در 3 سال چی واقع شد بین امریکایی‌ها و مارک و ای آقای نوزه، ای واضح نیست. خب خالدی صاحب، آله ما و شما او گپای پشت پردهش خبر نداریم، همین چیزی که در ظاهر قضیه است اینمی به سوال از اینمی میکلش نه؟ در یک کشور مثل امریکا چی وقتی تو یک تصمیم گرفته میشه خالدی صاحب که کسی که به حبس ابد محکوم است او را اعلام بکنن؟
برای که برای جوی بایدن ای برای نفوذش برای شهرتش بسیار اهمیت داره که یک امریکایی را از زندان طالبا آزاد کرده. درست. پس گروه طالبا پس از این که بشار نورزاده داشته باشن از این بعد وضع حالشان چه رقم میشه؟ به ویژه از لحاظ پولدار شدن و موضوعات اقتصادی. آنه برای طالبا از لحاظ سیاسی که اهمیت زیاد نداره، اما یکی از رفقای خود به اصطلاح یکی از همرزمای خود آزاد کردن، یک یار دیرین خود آزاد کردن، اما این برای امریکایی‌ها بسیار مهمه. درست، ولی گپای طالبان مهم است. مثلا متقی میگه که از این بعد روابط ما با امریکایی‌ها خوب میشه، یک مذاکره بسیار پیچیده را به پیش بردیم. اصلا امی سیاست امریکا فعلا در قبال افغانستان چگونه است خالدی صاحب؟ از یک سو گفتگو میکنه، از یک سو پیسه میده، از یک سو تحریم است، از یک سو به رسمیت نمیشناسه. چه رقم یک سیاست است؟ امریکایی‌ها دولت سابقه را، دولت اشرف غنی را فدای طالبا کردن، دو دسته تسلیم کردن به طالبا. بنابراین یا تعهدات مخفی دارن با طالبا. این تعهدات مخفی در دو پروتکل جداگانه تهیه شده که نشه حتی به کانگرس امریکایی ها ندن، اما موجودیت از این تحصیل امریکایی هم تایید شده و تحصیل دیگه هم موجودیت همچون پروتکل ها تایید شده. بنابراین چیزهایی است که مردم عام از او خبر ندارد، تعهدات طالبا بخصوصا در استفاده، در اجازه دادن ببخشید به CIA بر فعالیت در منطقه است. و بر امریکایی‌ها این سر اهمیت داره که با طالبا روابط خوب داشته باشند تا بتونن از افغانستان برای بله. خالدی صاحب اینمی بسیار مهم است، یک رابطه که روز تا شام تیاره بی پیلوت بالای سرشان میگردن، از دیگه سپیس هایشان قید کرده. بازم حالمون تحلیل شما هم هست، کم زمان میخواه رابطه هم داشته باشه، ولی که آینده رابطی دو طرف چی خواهد شد در آینده در مورد صحبت خواهد داشتیم. فعلا وقت شما بخیر خالدی صاحب، سپاسگزار. برای بحث بیشتر نور احمد خالدی، آقای امور سیاسی و اقتصادی را از استرالیا در برنامه داریم. آقای خالدی سلام بر شما. طالبان چه امکانات برای استخراج معدن طلا در اختیار دارند؟ سلام خانم محترم. من درست نمیدارم که طالبان چه امکانات فعلا دارند، اما موضوع است که توجه به استخراج طلا اهمیت بسیار زیاد در شرایط موجوده بر افغانستان داره. ذخایر اصلی افغانستان طوری که میدانیم منجمد شده در دنیا و بسیاری از کشورهای دنیا نظر به این که امریکا از دلار و سیستم پولی خود به این اسلحه استفاده کرده در مقابل ایران، در مقابل روسیه و بعضی کشورهای دیگه، از این خاطر کوشش میکنن که ذخایر اصلی خود را تقلیل بتن و به عوضش طلا بخرن. به این خاطر قیمت طلا روز به روز در بازار بالا رفته. امروز قیمت طلا در بازار جهان به یک گرام به حدود 88 دلار رسیده. یک اونس طلا 1665 دلار قیمت داره. این که اگر به حساب ساده بگیم یک کیلوگرام طلا، بار طلا یا یک کیلوگرام ایامی که طلای خالص در حدود 65000 دلار قیمت داره. با توجه به این که افغانستان طلا زیاد داره، معادن مختلف هم از لحاظ زرشویی هم از لحاظ معدنی در شمال، در بدخشان، در تخار، در غزنی، در جای دیگه موجود است، و طالبا در طول زمانی که در مقابل دولت در 20 سال گذشته می جنگیدن از این معدن استفاده می کردن برای تمویل کارهای خود، تجربه دارن به این روی آورده. خب اما نگرانی های هم در مورد احتمال حیف و میل شدن معدن افغانستان وجود داره. آیا این نگرانی ها بجا است؟ من فکر نمی کنم که آل موضوع در تحت حاکمیت طالبان موضوع حیف و میل شدنش از لحاظ فساد مطرح باشه، چون در دولت گذشته گروه ها و جزیره های قدرت وجود داشتن که مفسدین که در افغانستان وجود داشت از این معدن به صورت غیر قانونی استفاده برای کارهای شخصی خود میکردن، برای امتیازات شخصی خود میکردن در پنجشیر، در بدخشان، در هر جای.
ای فعلا اگر مقایسه‌ای فکر کنیم خطر از این کمتر است. اما از تجربه معدن زغال سنگ افغانستان میشه گفت که این امکان وجود داره که در بدل بسیار قیمت ناچیز و کشورهای دیگه به شکل بیرویه مواد معدنی افغانستان از جمله طلا صادر شود. بله این نگرانی مجاز است، این نگرانی صاحب است، نظر شما درست است. برای اینکه طالبا از لحاظ تکنیکی، از لحاظ اقتصادی دانش مسلکی در زمینه خودشان ندارن، مگر اینکه دانش استخدام کنن، مگر اینکه بفهمن که در بازارهای جهانی طلا، مثلا بازار لندن، بازار سن پیترزبورگ روسیه، بازار شانگهای قیمت طلا به چی اندازه است و در منطقه چند است، که اگر این طلا را به صورت معیاری، به صورت استاندارد استخراج نکنند و این تبدیل به شمشای طلا نکنند و این شمشا امو استانداردهای معیارهای بین المللی نداشته باشه، تمام قیمت ارزان میره. خب این دانش را باید طالبا کسی تفهیم کنه. خیلی سپاس از شما نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی که از استرالیا در برنامه حضور داشتین. تحلیل ارزوبین موضوع آقای نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی از برزبان استرالیا با ما هستن. آقای خالدی وقت بخیر، بیان که پس از میگپای آقای بشر شروع بکنیم. یادم چی داره که فکر میکنه با رهاییش روابط طالبا و امریکا خوب میشه؟ سلام محترم. یادم در سالهای 1994، 93، 95 بسیار نزدیک بود با طالبا، وقتی بی‌نظیر بوتو تصمیم گرفت گروه طالبان را تشکیل کنه، یک مهرش ای بود که ای ادعا میکرد که 10 میلیون دلار از منابع خیریه سعودی و دیگه کشورهای عربی جمع کرده و ایره برده به خود ملا عمر تسلیم کرده بود. اما ای که پول خودش بود یا پول سعودی بود یا پول استخبارات سعودی بود، این موضوع معلوم نیست برای ما. اما این پول ای آدم داده بود، این پول نفت داده. او زمان این پول برای طالبا بسیار نو تازه، گروپ تازه تأسیس بسیار مهم بود. برای اینکه خود پاکستان البته امکانات دیگه ای برای طالبا فراهم کرده بود، مثل اسلحه و تربیه پرسنل و غیره و لوجستیکی و سوق داره، و این پول برای طالبا اهمیت زیاد داشت و در زمان حاکمیت اول طالبا هم این امرای طالبا بسیار. خب این شد سابقش خالدی صاحب. حال سوال ما یک بخش شی است که فعلا این چی ویژگی داره که میتونه آزادیش کمک بکنه بر بهبود روابط طالبا و امریکا؟ خب این سبب شد که طالبا آزاد کنن چه مارک فریلیکس امریکایی را که یک انجینر امریکایی بود و در زندان طالبا از دربار فکر میشه در زندان گروه حقانی از سال 2020 به این طرف بود، ای آزاد شود. بر امریکایی ها آزاد کردن فریکس مخصوصا برای سیایی بسیار اهمیت بزرگ داره. در این مورد جو بایدن قبلا صحبت کرده بود و از در ماه جنوری تقاضا کرده بود از طالبا که مارک آزاد کنند، و البته دو زمانی تعهد نسپرده بله. بود. اما حال دیگه میشه که امریکایی ها مجبور شدن که در بدل آزادی مارک چیز آزاد کنن، نورزه آزاد کنن. درست. خب یک کسی در کشور مثل امریکا خواهی خالدی به حبس ابد محکوم میشه، ولی فردا اعلام میشه، این چه رقم قانون است؟ از کجا میاد این تصمیم؟ واقعا چی بازی جریان داره؟ موضوعی است که ما در ظاهر گفته میشه که به اتهام قاچاق مواد مخدر چی شده بود، زندانی شده بود و محکوم شده بود. اما این را خب فراموش نکنیم که بر 3 سال امریکایی‌ها در بعد سقوط طالبا همکاری میکرد. ای که در 3 سال چی واقع شد بین امریکایی‌ها و مارک و ای آقای موزه، ای واضح نیست. خب خالدی صاحب، آله ما و شما او گپای پشت پردهش خبر نداریم. همین چیزی که در ظاهر قضیه است اینمی به سوال از اینمی میکلش نه؟ در یک کشور مثل امریکا چه وقتی تو یک تصمیم گرفته میشه خالدی صاحب که یک کسی که به حبس ابد محکوم است او را اعلام بکنن؟ برای اینکه برای جو بایدن ای برای نفوذش، برای شهرتش بسیار اهمیت داره که یک امریکایی را از زندان طالبا آزاد کرده. درست. پس گروه طالبا پس از اینکه بشر نورزاده داشته باشن، از این بعد وضع حالشان چه رقم میشه، به ویژه از لحاظ پولدار شدن و موضوعات اقتصادی؟
آنه برای طالبان از لحاظ سیاسی که اهمیت زیاد نداره، اما یکی از رفقای خود به اصطلاح یکی از همرزمای خود آزاد کردن، یکی یار دیرین خود آزاد کردن، اما این برای آمریکایی‌ها بسیار مهمه. درست، ولی گپای طالبان مهم است. مثلا متقی میگه که از این بعد روابط ما با آمریکایی‌ها خوب میشه، یک مذاکره بسیار پیچیده را به پیش بردیم. اصلا امی سیاست آمریکا فعلا در قبال افغانستان چگونه است خالدی صاحب؟ از یک سو گفتگو میکنه، از یک سو پیسه میده، از یک سو تحریم است، از یک سو به رسمیت نمیشناسه. چه رقم یک سیاست است؟ آمریکایی‌ها دولت سابقه را، دولت اشرف غنی را فدای طالبان کردند. دو دسته تسلیم کردند به طالبان. بنابراین یا تعهدات مخفی دارن با طالبان. این تعهدات مخفی در دو پروتکل جداگانه تهیه شده که نشانش حتی به کانگرس امریکایی ها ندن، اما موجودیت از این توسط امریکایی هم تایید شده و توسط دیگه هم موجودیت همچون پروتکل ها تایید شده. بنابراین چیزهایی است که مردم عام از او خبر ندارد، تعهدات طالبان، بخصوصا در استفاده، در اجازه دادن ببخشید به CIA بر فعالیت در منطقه است و بله. بر امریکایی‌ها این سر اهمیت داره که با طالبان روابط خوب داشته باشند تا بتونن از افغانستان برای امت بله. خالدی صاحب اینمی بسیار مهم است، یک رابطه که روز تا شام تیاره بی پیلوت بالای سرشان میگردن، از دیگه سپیس هایشان قید کرده، بازم حالمون تحلیل شما هم است، کم زمان میخواه رابطه هم داشته باشه. ولی که آینده رابطی دو طرف چی خواد شد در آینده در مورد صحبت خواد داشتیم. فعلا وقت شما بخیر خالدی صاحب، سپاسگزارم. تشکر. برای بحث بیشتر نور احمد خالدی، آقای امور سیاسی و اقتصادی را از استرالیا در برنامه داریم. آقای خالدی سلام بر شما. طالبان چه امکانات برای استخراج معدن طلا در اختیار دارند؟ سلام خانم محترم. من درست نمیدارم که طالبان چه امکانات فعلا دارن، اما موضوع است که توجه به استخراج طلا اهمیت بسیار زیاد در شرایط موجوده بر افغانستان داره. ذخایر اصلی افغانستان طوری که میدانیم منجمد شده در دنیا و بسیاری از کشورهای دنیا نظر به این که امریکا از دلار و سیستم پولی خود به این اسلحه استفاده کرده در مقابل ایران، در مقابل روسیه و بعضی کشورهای دیگه، از این خاطر کوشش میکنن که ذخایر اسعاری خود را تقلیل بتن و به عوضش طلا بخرن. به این خاطر قیمت طلا روز برای در بازار بالا رفته. امروز قیمت طلا در بازار جهان با یک گرام به حدود یک گرام به حدود 88 دلار رسیده. یک اونس طلا 1665 دلار قیمت داره. این که اگر به حساب ساده بگیم یک کیلوگرام طلا، بار طلا یا یک کیلوگرام ایامی که طلای خالص در حدود 65000 دلار قیمت داره. با توجه به این که افغانستان طلا زیاد داره، معادن مختلف، هم از لحاظ زرشویی هم از لحاظ معدنی در شمال، در بدخشان، در تخار، در غزنی، در بعض جای دیگه موجود است، و طالبا در طول زمانی که در مقابل دولت در 20 سال گذشته می جنگیدن از این معدن استفاده می کردن برای تمویل کارهای خود، تجربه دارن. خب اما نگرانی های هم در مورد احتمال حیف و میل شدن معدن افغانستان وجود داره، آیا این نگرانی ها بجا است؟ من فکر نمی کنم که آل موضوع در تحت حاکمه طالبان موضوع حیف و میل شدنش از لحاظ فساد مطرح باشه، چون در دولت گذشته گروه ها و جزیره های قدرت وجود داشتن که و مفسدین که در افغانستان وجود داشت از این معدن به صورت غیر قانونی استفاده برای کارهای شخصی خود میکردن، برای امتیازات شخصی خود میکردن در پنجشیر، در بدخشان، در هر جای. ای فعلا اگر مقایسه‌ای فکر کنیم خطر از این کمتر، اما از تجربه معدن زغال سنگ افغانستان میشه گفت که این امکان وجود داره که در بدل بسیار قیمت ناچیز و کشورهای دیگه به شکل بیرویه مواد مدنی افغانستان از جمله طلا صادر شود.
بله، این نگرانی مجاز است، این نگرانی صاحب است، نظر شما درست است. برای اینکه طالبا از لحاظ تکنیکی، از لحاظ اقتصادی دانش مسلکی در زمینه خودشان ندارن، مگر اینکه دانش استخدام کنن، مگر اینکه بفهمن که با در بازارهای جهانی طلا، مثلا بازار لندن، بازار سن پیترزبورگ روسیه، بازار شانگهای، قیمت طلا به چی اندازه است و در منطقه چند است، که اگر این طلا را به صورت معیاری، به صورت استاندارد استخراج نکنن و این تبدیل به شمش های طلا نکنن و این شمش ها امو استاندارد های معیارهای بین المللی نداشته باشه، تمام قیمت ارزان میره. خب این دانش باید طالبا کسی تفهیم کنه. خیلی سپاس از شما نور احمد خالدی، آگاه اموری سیاسی و اقتصادی که از استرالیا در برنامه حضور داشتین. تحلیل ارزیابی این موضوع آقای نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی از برزبان استرالیا با ما هستن. آقای خالدی وقت بخیر، بیان که بس از میگه پای آقای بشر شروع بکنیم. یادم چی داره که فکر میکنه با رهاییش روابط طالبا و امریکا خوب میشه؟ سلام محترم. یادم در سالهای 1994، 93، 95 بسیار نزدیک بود با طالبا، وقتی بی‌نظیر بوتو تصمیم گرفت گروه طالبان را تشکیل کنه، یک مهرش ای بود که ای ادعا میکرد که 10 میلیون دلار از منابع خیریه سعودی و دیگه کشورهای عربی جمع کرده و برده به خود ملا عمر تسلیم کرده بود. اما ای که ای پول خودش بود یا پول سعودی بود یا پول استخبارات سعودی بود، این موضوع معلوم نیست برای ما. اما ای پول ای آدم داده بود، ای پول نفت داده. او زمانی پول برای طالبا بسیار نو تازه، گروپ تازه تاسیس بسیار مهم بود. برای اینکه خود پاکستان البته امکانات دیگری برای طالبان فراهم کرده بود، مثل اسلحه و تربیه پرسنل و غیره و لوجستیکی و سوق اداره، و این پول برای طالبان اهمیت زیاد داشت. و در زمان حاکمیت اول طالبان هم این امرای طالبان بسیار. خب این شد سابقش خالدی صاحب. آل سوال ما یک بخششی است که فعلا این چی ویژگی داره که میتونه آزادیش کمک بکنه بر بهبود روابط طالبان و امریکا؟ خب این سبب شد که طالبا آزاد کنن چه مارک فریلیکس امریکایی را که یک جنجینر امریکایی بود و در زندان طالبا از زبار فکر میشد در زندان گروه حقانی از سال 2020 به این طرف بود، این آزاد شود. برای امریکایی آزاد کردن فریلیکس مخصوصا برای سیایی بسیار اهمیت بزرگ داره. در این مورد جو بایدن قبلا صحبت کرده بود و از در ماه جنوری تقاضا کرده بود از طالبا که مارک آزاد کنند، و البته دو زمانی تعهد نسپرده بود. اما حال دیگه میشه که امریکایی ها مجبور شدن که در بدل آزادی مارک چیز آزاد کنن، نورزه آزاد کنن. درست. خب یک کسی در کشور مثل امریکا خواهی خالدی به حبس ابد محکوم میشه، ولی فردا اعلام میشه این چه رقم قانون است، از کجا میای تصمیم، واقعا چی بازی جریان داره؟ موضوعی است که ما در ظاهر گفته میشه که به اتهام قاچاق مواد مخدر چی شده بود، زندانی شده بود و محکوم شده بود. اما این هم خب فراموش نکنیم که بر 3 سال امریکایی‌ها در بعد سقوط طالبان همکاری میکرد. ای که در 3 سال چی واقع شد بین امریکایی‌ها و مارک و ای آقای موزه، ای واضح نیست. خب خالدی صاحب، آل ما و شما او گپای پشت پردهش خبر نداریم. همین چیزی که در ظاهر قضیه است اینمی به سوال از اینمی میکلش نه؟ در یک کشور مثل امریکا چی وقتی تو یک تصمیم گرفته میشه خالدی صاحب که کسی که به حبس ابد محکوم است او را اعلام بکنن؟ برای اینکه برای جوی بایدن ای برای نفوذش، برای شهرتش بسیار اهمیت داره که یک امریکایی را از زندان طالبان آزاد کرده. درست. پس گروه طالبان، گروه طالبان پس از اینکه بشر نورزاده داشته باشن از این بعد وضع حالشان چه رقم میشه، به ویژه از لحاظ پولدار شدن و موضوعات اقتصادی؟ آنه برای طالبان از لحاظ سیاسی که هم اهمیت زیاد نداره، اما یکی از رفقای خود به اصطلاح یکی از همرزمای خود آزاد کردن، یک یار دیرین خود آزاد کردن، اما این برای امریکایی‌ها بسیار مهمه.
درست. ولی گپای طالبان مهم است. مثلا متقی میگه که از این بعد روابط ما با امریکا خوب میشه، یک مذاکره بسیار پیچیده را به پیش بردیم. اصلا امی سیاست امریکا فعلا در قبال افغانستان چگونه است خالدی صاحب؟ از یک سو گفتگو میکنه، از یک سو پیسه میده، از یک سو تحریم است، از یک سو به رسمیت نمیشناسه. چه رقم یک سیاست است؟ امریکایا دولت سابقه را، دولت اشرف غنی را فدای طالبا کردن، دو دسته تسلیم کردن به طالبا. بنابراین یا تعهدات مخفی دارن با طالبا. این تعهدات مخفی در دو پروتکل جداگانه تهیه شده که نشانش حتی به کنگرس امریکایی ها ندن، اما موجودیت از این توسط امریکایی هم تایید شده و توسط دیگه هم موجودیت همچون پروتکل ها تایید شده. بنابراین چیزهایی است که مردم عام از او خبر ندارد، تعهدات طالبان بخصوصا در استفاده، در اجازه دادن ببخشید به CIA بر فعالیت در منطقه است و بله. بر امریکایی‌ها این سر اهمیت داره که با طالبان روابط خوب داشته باشند تا بتونن از افغانستان برای بله. خالدی صاحب اینمی بسیار مهم است، یک رابطه که روز تا شام تیاره بی پیلوت بالای سرشان میگردن، از دیگه سپیس هایشان قید کرده، بازم حالمون تحلیل شما هم است کم زمان میخواه رابطه هم داشته باشه. ولی که آینده رابطی دو طرف چی خواهد شد در آینده در مورد صحبت خواهد داشتیم. فعلا وقت شما بخیر خالدی صاحب، سپاسگزار. بر صحبت در این مورد جناب دکتر نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی از برزبن استرالیا با ما هستند. وقتتان بخیر. واقعا اختلال در سیستم بانکی باعث صادرات قالین شده، چی فکر میکنین در مورد گزارشی که شما شنیدین و باعث کاهش صادرات قالین؟ سلام خورم. البته مشکلات بانکی در معزلی درجه اول در مقابل تاجر افغان است، چی قالین چی اجناس دیگه، هر قلم رو در نظر بگیرین، معضلی عمده عدم موجودیت خدمات بانکی است که بانک‌ها در دنیا، دیگه تاجرها در دنیا با او دسترسی ندارند. در افغانستان به طور مثال کسایی که بخواه از اروپا، از امریکا قالین بخره، ای که معمولا از اروپا بود ای و امریکا ای مجبور است قرار بود که پول بتن به انتقال بتن به یک بانک در افغانستان تا تاجر ما دپوزیت بگیره و قالین صادر کنه. حالا این عملی نیست، امکان نداره. و چی میگن بر بانک ها، بر تاجرای افغان میگن که شما برین پاکستان در اونجا به حساب بانکی باز کنین، ما برتون در اونجا پول انتقال میتیم، شما قالینتون از اینجا با صادر کنین برو. ای عام است برای اینکه بانک های افغانستان فعلا اعتبار ندارند در سطح جهانی و دیگه بانک های بین المللی هم راه ارتباط ندارند، چون در افغانستان بانک فعلا بانک جهانی و دیگه بانک ها به رسمیت نمیشناسند. در این صورت این معضله بسیار مهم است. اما در آمدیم در قسمت خود صادرات قالین، ما این ارقام را که گفته میشه بسیار قابل اعتماد نیست. ارقام بلدی که هر کس از دل خود کم چیزی میگه، ارقامی را که من نظر کردم از اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان نشان میده که در سال 1400 هجری شمسی در حدود 1,067,000 متر مربع قالین به خارج صادر شده به ارزش 30.3 میلیون دلار. آقای ببخشید که من صحبتتان قطع میکنم، دقیقا پرسش بعدی من همین بود که من میخواستم پرسان کنم که قبلا که سیستم بانکی مشکل نداشت، واقعا صادرات قالین آنچنانی که توقع میرفت صورت میگرفت، یا ای که تنها با توجه به مشکلاتی که در این یک سال ایجاد شده به خاطر بانک مرکزی 50% صادرات قالین کاهش پیدا کرد؟ خب اگر 50% صادرات قالین کاهش پیدا کرده، از سال مورد ماه نوامبر هستیم، یعنی از ماه مارچ سال 2022 تا نوامبر اگه ای کار شده باشه، من در مورد ارقام ندارم برای اینکه این ارقام تا حال نشر نشده از طرف اداره آمار افغانستان. ارقامی که ما داریم مربوط به سال 1400 میشه که از 21 مارچ 2021 تا 21 مارچ 2022 را در بر میگیره. در اون قسمت ما صادرات اضافه شده و نکم.
و اما در اوایل که طالبان گرفته بودن البته اختلال واقع شد و صادرات کم شده. بله. یعنی میگن که اگر اختلال بانکی موضوعش حل شوه واقعا صادرات قالین 50% کاهش پیدا کرده دوباره به 100% یعنی حد اکثرش میرسه؟ بله بله، اگر سیستم بانکی ما درست باشه تاجر ما بتونه چیز کنه، لیتراف کردید باز کنه، تاجر ما بتونه از تاجر خارجی به او پول انتقال بده به کابل یا مزار یا هر جای دیگه، در این صورت صادرات زیاد میشه. یک چیز دیگه را هم در نظر بگیریم، عامل دیگه هم جنگ اوکراین است. جنگ اوکراین سبب شده که اروپای غربی مردمش از خریداری اشیای تجملی صرف نظر کنند. قالین دستباف افغانی یک قلم تجملی است. بله. و ایره و قیمتش بالاست به تناسب قیمت قالین های ماشینی. بنابراین در اروپا فعلا بسیار خانواده هایی که قبلا میرفت به خاطر تفنن قالین میخرید افغانی آن نمیخرند. بله بسیار تشکر. بسیار تشکر جناب دکتر نوراحمد خالدی آگاه امور سیاسی و اقتصادی. آقای نوراحمد خالدی آگاه امور سیاسی و اقتصادی با ما هستند. آقای خالدی وقت شما بخیر باشه. مهمترین خسارات های تغییرات اقلیمی بر افغانستان از دید شما چیا و کدام است؟ سلام محترم. تغییرات اقلیمی در افغانستان عمده است. در 70 سال گذشته درجه حرارت به طور متوسط در افغانستان 1.8 درجه سانتیگراد بالا رفته. این دو برابر میزان متوسط جهانی است. این دو اثر داره. یکی که در مناطق شمال شرق افغانستان کوهستانی در جایی که ما یخچال های دائمی یخ داریم و از کوه های سرچشمه های دریاها است، این بالای زی تأثیر میکنه. سیلاب های ناگهانی بغیر بدون وقت صورت میگیره که سبب از بین رفتن زمین های زراعتی میشه، مردم دچار صدمه میگردن. و از طرف دیگه در جنوب و جنوب غرب افغانستان مناطق دشت هایی که هست در این درجه حرارت بالا رفته، رطوبت کم شده، خشک شده این مناطق و مردم با اثر این خشک شدن خطر کمبود بله. خب آقای خالدی معلومات شما بسیار موارد خوب برای ششوارت داشت، ولی بین که کمی به جزیات وارد این مسئله شویم، از دید شما شمال و شرق و جنوب و غرب افغانستان از این چهار منطقه کدام بخش بیشتر آسیب دید از این تغییرات اقلیمی؟ زیادتر شمال شرق و شمال و جنوب غرب، مناطق بسیار کوهستانی که در معرض باران ها قرار دارند و مناطق خشک هستند مانند هلمند، فرا، نیمروز، این مناطق. درست. ولی چگونه میشه که زمین پیامدها به نوع جلوگیری به عمل بیاید یا ای که رای نیست برش؟ چرا؟ راه هست. به این معنی که ما از مرحله کمک های بشردوستانه به یک قدم پیش بریم. برای مردم امنیت غذایی فراهم شود، امنیت آب، موجودات آب فراهم شود. یعنی کمک های جهانی اگر چینل داده شود در این زمینه ها، ای از یک طرف تولیدات زراعتی را زیاد میکنه، خطرات که از طریق اقلیم واقع شده کم میکنه و از طرف دیگه به مردم امکانات عالی پیدا میکنن که به غذا دسترسی داشته باشن و به آب دسترسی داشته باشن. یعنی پروژه های کانال های آبی، پروژه هایی است که مثلا دمی عکس هایی که فعلا در تلویزیون شما دیده میشه، دیوارهای استنادی در پهلوی دریاها، این به این کمک میکنه که لخزش زمین بله. سبب رفتن زمین های زراعتی نشه. درست. ولی آقای خالدی شما اشاره کردین به من کمک های بیرونی، ولی نابسامانی سیاسی، وضعیت موجود در افغانستان، کردار و گفتار سیاست های طالبان چقدر نقش داشته که نمی خسارات بیشتر شود در رابطه به اینکه جهان نمیتواند تعامل خوب با این گروه داشته باشه؟ بله محترم، در طول 20 سال گذشته اوضاع امی تغییرات اقلیمی، خرابی اوضاع زراعتی در دهات افغانستان، با توجه به اینکه 60% نفوس افغانستان در دهات زندگی میکنند و متکی به زراعت هستند و این تغییرات ناشی از کمبود مواد غذایی و یا آب یا چیزهای زراعتی، کمک های زراعتی، سبب از این شده که مردم از دولت مرکزی و ولایت ها و حکومت های ولایتی ناراض باشند و از این طالبان سوء استفاده کنند و این در کمپاین خود از این سوء استفاده کردن. درست.
آقای خالدی، یک موضوع بسیار مهم است. مثلا شما اشاره کردین به می بحث تغییرات اقلیمی و خسارتایی که به زراعت افغانستان وارد شده. خب حال دنیا با طالبان مشکل داره، روابط افغانستان با کشورهای دنیا بسیار هم خوب نیست. شما بیشتر گفتین از کمک‌های دنیا استفاده شده، چی کار میتونه شده؟ خب یگانه محیط، یگانه مسائلی که خارج از سیاست میتونه به او برخورد شده همین مسائل اقلیمی، مسائل امنیت غذایی، مسائل موجودیت آب، رساندن آب به مردم است. در این قسمت ها جامعه جهانی میتونه با رژیم طالبا قسم تعامل کنه که این مسائل سیاسی را یک طرف بلند، ولی به مسائل کمک به مردم در قسمت بهبود امکانات طبیعی کشور و زراعت کشور فراهم شود تا مردم به امنیت غذایی نائل شوند. آقای خالدی، سپاسگزار هستم که از برزبان استرالیا در این گفتگو با من بودید. وقت شما بخیر. تشکر. لطفاً با چینل ما مشترک شوید.